چشمام شما هم اینجا این که چه اتفاق جالبی دیدین توی این کسایی که رانندگی میکنن پادکست میگیرن یه جوری میاد تو ماشین میشینه انگار مثلا یهویی با این صحنه مواجه شده. بابا دن سرویس تو از قبلش میکروفونو گذاشته بودی، دوربینو کاشته بودی، همسایه خوبی هم داریم، یه همسایه داریم که مامان. سلام سلاطین، امیدوارم حالا احوالتون عالی باشه. عاشق دکتر رایدای خودمونم، عاشقش. چرا؟ چون خیلی خودمونی تره، اصلا حس میکنم تنها نیستم موقع رانندگی، شما کنارمین، با هم دیگه صحبت میکنین، حتی بیشتر شما میشنوین ولی اون انرژی رو میگیرین، یعنی بال دیگه. حالا گیر ندین. ساعت چنده؟ ساعت 6:40 صبح. تو دکتر راید قبلی که داشتیم میرفتیم بیمارستان انگوش بزنیم، اما توی این ویدیو قراره که من داشتم تا همین یکی دو ساعت پیش کارامو میکردم، بعد دیدم خوابم نمیبره، گفتم چه اصراری علکی برم تو رخت خواب وقتی خوابم نمیاد. البته برم امتحان کنم خوابم میبره، این پتانسیلو دارم، یعنی این پتانسیل رو پیدا کردم، اما به هر حال گفتم خب چه کاریه برم دکتر راید بگیرم با بچه ها، بعدش هم برم یه کله پاچه بخورم. برای همین هدف و مقصد و غایت نهایی خوردن کله پاچه است. تا اون موقع با هم دیگه هستیم، در شهر میچرخیم و در مورد یک موضوع بسیار 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 مهم قراره براتون صحبت کنم که به نظر من خیلی موضوع جالبیه، سوال اکثر شماست و دغدغه اکثر شماست، و اون چیه؟ مصرف کنترل شده. چیزی که من بهش خندم میگیره. مگه میشه؟ من اگه مطمئن بودم، بله سلاطین، اگر مطمئن بودم میتونستم کنترل شده مصرف کنم، خب همین الان دریغ نمی کردم میرفتم پیش ساقی. البته شماره ساقی هم نمیدونم تو گوشیم دارم یا نه، مرتضایه که هست، امیده نمیدونم هست یا نه، امید نیست، ولی خب با یه زنگ میتونم شماره 3-4 تا ساقی رو پیدا کنم. به هر حال اگر من مطمئن خارمادر بودم، یعنی یکی میومد میگفت آقا تو 100% میتونی کنترل شده مصرف کنی، و یه نکته خیلی مهم دیگه، همون آدم میومد به من قول میداد که در بین این مصرفای کنترل شده ذهنت هی درگیر کنترل کردن این مصرف نیست، یعنی مثلا آقا من یکی بیاد به من آیه قرآن قسم که تو 100% به قول میدم هر جمعه یه بار گل میزنی، هر جمعه یه بار نشه میکنی، هر جمعه یه بار قرص خواب میخوری، هر جمعه یه بار کوک میزنی، هر جمعه یه بار کت میزنی، یه بار اکس میزنی، یه بار پرگام میزنی، به هر طریقی هر جمعه کنترل شده میزنی، آیا این آدم حاضره به من قول بده که از این جمعه تا جمعه دیگه مغز من هی به من نگه که بیا بریم بزنیم، من بهش بگم نه تا جمعه باید صبر کنی، باز دوباره کله من بیا بریم بزنیم، یک شنبه مثلا شده بیا بریم بزنیم، نه بابا بذار تو رو جون سنا بذار تا آخر هفته صبر کن، باز دوشنبه بابا بیا بریم بزنیم دیگه، چه فرقی داره حالا جمعه بزنی یا دوشنبه بزنی، چه اهمیتی داره؟ گیرم که 3 روز صبرم کردی، چی بهت میرسه؟ بیا آقا این دوشنبه رو بزنیم، حالا وسط هفته است، یک 3 کام بگیریم، بعد جمعه باز دوباره میریم یک کلیم مشی چت اساسی، بیا امروز بابا 2 تا دود بگیریم، بیا امروز 2 لاین بزنیم، حالا جمعه که شد میز و پر خط میکنیم، و باز دوشنبه من باید به مغزم بگم نه تو رو خدا خفه شو مغز من، من به خودم قول دادم فقط جمعه ها بزنم، فقط جمعه ها، غیر از جمعه من دیگه هیچ تایم دیگه ای نمیزنم، و این بده. یعنی بعضی موقع مصرف کنترل شده بیشتر آدم رو اذیت میکنه تا نزدن. به خدا برای همین من دارم میگم آقا اگه بیاد طرف به من قول بده که تو میتونی کنترل شده مصرف کنی، و در فواصل این مصرف کنترل شده اصلا ذهن درگیر نزدن و زدن نیست، یعنی نامرد روزگارم که من همین امشب نرم پیش خونه ساقی. من همیشه گفتم نگاه کن، به نظر من هیچ آدمی توی دنیا وجود نداره که نسبت به همه مواد مخدر، البته
گوخوری این حرفی که میخوام بزنم. بلش کن، چرا این حرفو بزنم؟ میخواستم بهتون چی بگم؟ حالا بهتون بگم که چی میخواستم بگم و نمیگم. میخواستم بهتون بگم به نظر من هر آدمی نسبت به یه سری مواد مخدر جنبه اعتیادی پیدا نمیکنه. مثلا من سنا به این رسیدم که من اگه یه هفتم پشت سرم مس کنم میتونم دو ماه هم مس نکنم. متوجهی؟ یعنی مستی اصلا برام اون به اون لول نمیرسه که بگم دارم کنترلش میکنم. اصلا مهم نیست، هیچ اعتیادی من به مستی حداقل اگه خدا نخواد، خدایا تو رو خدا باز به ما نخوای ثابت کنی که نه رونم میشه، ولی به هر حال. اما رو گل اینجوری نیستم. من سنا پیش خودم قبول کردم که برای من یک کام زیاده، هزار کام هم کمه. من اینو قبول کردم که روی بعضی دراگا من سنا یک بار زیاده، هزار بار هم کافی نیست. آقا سنا تو الان داری اینم حرف میزنی، یکی ذهنش درگیر اینه که چرا صندلی راننده سمت راسته؟ آقا به خاطر اینکه دوربین اینجوری ضبط میکنه و اینه ما تو ایران زندگی میکنیم و در تخمیترین استان ایران و در تخمیترین شهر ایران. البته شوخی میکنم، آقا منو همین شهر بلند که منو این شهر اینجوری کوبون به ته الان داره میاره بالا. اما خب نه، اینکه به فرمون راسته فکر نکنیم ما مثلا کشور دیگه زندگی میکنیم، نه داداش ما تو ایرانیم و زندگیمون رو میگذرونیم. آقا مغز شما یکی از بهترین و خفن‌ترین بازیایی که میتونه با شما در بیاره که شما رو دوباره ببره سمت تامین دوپامینش، که دوباره شما رو دوباره ببره سمت لذت طلبی، اینه که بیا کنترل شده مصرف کنیم. چقدر آدمای زیادی بودن که بعد 20 سال پاکی سر این فکری که من 20 سال پاکم دیگه، من که معتادش نمیشم، 20 سال نزدم اصلا از ذهنم رفته، یه کام بذار بگیرم، یه دود بذار بگیرم. چه آدمایی بودن که بعد 20 سال خیلی ها به حرفه، بعد 20 سال پاکی سر مصرف کنترل شده لغزش کردن. مصرف کنترل شده یکی از شایع ترین بازیایی که مغز ما معتاده با ما در میاره. مغز ما میره سراغ این بازی که بیا کنترل، خصوصا تو اون اوایل ترک کردن. یعنی اون اوایل مخصوصا اون 4-5 روز اول که میاد به ما چی میگه؟ میگه یعنی ما دیگه تا آخر عمر نمیخوام بزنیم؟ ما که نمیتونیم تا آخر عمر نزنیم، پس بیا کنترلی بزنیم. وای چقدر مغز ما معتادا زرنگه. ما رو وارد یه بازیای پیچیده‌ای میکنه که اصلا خودمون نمیدونیم که این حرف ما نیست، حرف مغز لذت طلبمونه. یعنی فکر میکنیم این که آره، یعنی تا آخر عمرم دیگه قرار نیست بزنم، پس بیام کنترلی بزنم. من که نمیتونم تا آخر عمر نزنم، پس بیام کنترلی بزنم. و فکر میکنیم این حرفیه که خودمون داریم به خودمون میزنیم. نه رفیق من، این حرفیه که کلت داره به خودت میزنه. من سنا چرا راجع به نشه و قرص آرزوم بود بدون اینا تا آخر عمرم زندگی کنم، آرزوم بود. اما بدون گل ابدا. یعنی من تا آخر عمرم روزای اولی که گلو گذاشت، یعنی اصلا گلو گذاشته بودم کنار، چیه میخواستم بذارم کنار، یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشد من نذارمش کنار این بود که مغزمه به من میگفتش تو که بابا عشق گلی، تو که دیوونه ماری، تو یعنی دیگه تا آخر عمرت نمیخوای گل بزنی سنا. نبودم بهش چی بگم و تنها چیزی که منو آروم کرد بهش گفتم گل که همیشه هست، حالا یه سالی نمیزنی. مگه من قراره مثلا 2 سال زندگی کنم که بگم یه سال گل نمیزنم که تو که بشه نصف زمان زندگیم؟ نه آقا، عمر مفیدمون هم 60 سالم باشه، یه سال این وسطش گل نزنیم. اگه دیدیم نتیجه نگرفتیم، اگه دیدیم خوب نبود، بعدش میریم میزنیم. برای من که خیلی خوب بوده تا الان. چرا؟ چون مثل یه آدم عادی شدم، یه آدم دقیقاً من مثل یه آدم چتبازم، اینجوری بهت بگم که نیاز به چتبازی ندارم. یعنی وقتی فرایند، یا مثل یه آدم قرصخور، هر چی تو هر دراگی میخوای بذاری، من چتی رو دارم مثال میزنم، من مثل یه آدم کوکائینی دارم زندگی میکنم که هیچ نیازی به کوکائین ندارم و حتی بهتر از اون دارم زندگی میکنم. من موقعی که مصرف کننده بودم الان بیدار بودم، داشتم ویدیو میگرفتم، الان یا روی چیزی بودم یا هم خواب بودم. زندگی کن که بزنی و بزن که زندگی کنی. خب آیا قرار من تا آخر زندگی گل نزنم؟
جاش از خودت اینو بپرس، یعنی من قراره تا آخر زندگی گل بزنم، جوابی که برات مغزت میاره چیه؟ نه، تو تا آخر زندگی قرار نیست گل بزنی، تو قراره تا آخر زندگی کنترل شده گل بزنی. اینجوری که به خودت میای میبینی 60 سال زندگی کردی و درگیری ثابت روزانه تو این بوده که امروز نزنم بذارم آخر هفته برسه. سر چی؟ سر اینکه قراره کنترلش کنم. به خودت میای میبینی و 10 سال از زندگیت گذشته، تو این 10 سال فقط درگیر این بودی که کنترل، امروز نزن، امروز بزن. وای خاصی داریم ها، زرنگیم البته. وای فندکم نیست، خیلی توالم بود باهاتون یه سیگاری بکشم. دوستان اگر سیگار رو گذاشتیم کنار، لطفاً این تیکر رو رد کنین، چون قرار نیست که همش با صحبت کنم. شیشرم بدیم پایین یه هوایی بخوریم. چه هوایی هم، 17 درجه سانتیگراد، نسیم، باد خوشگل و خفن. وای چه پاچه‌ای بخورم امروز. اوف تو کله پاچه برم. من تا حالا پاچه رو امتحان نکرده بودم تا 2 ماه پیش. روز رفتیم کله پاچه‌ایه، دیدیم بناگوش نداره، گفت فقط پاچه داره. پیگیر مست کله پاچه، گفتم بذار 3 تا پاچه. آقا ماهی رو خوردی، انگار یه در دیگه رو تو دنیا به روی ما باز شد. پشمام ریخ، باز اون چقدر خوشمزه بود. قبلی میگم راید کس، دکتر راید قبلی دختره اومده دایرکت، میگه دکتر راید تو دیدم. حالا دختره کی؟ دختره کسی که مثلا خیلی وقت ما رو فالو داره و خیلی وقت مثلا ساب داره ما رو و خیلی وقت مثلا خلاصه. یه تومار نوشته که آره دکتر من اصلا دوست دارم ویدیوهای تو رو ببینم که تشخیص بدم تو چه ویدیوهای چتی. پارانویا، بدبینی. تو ویدئوی دکتر راید یک چت بودی. بابا شما رو میبینم انرژی میگیرم، به خدا دارم میگم عشق من شما این بچه ها. هر کی میاد تو مجازی، مثلا من نمیام تو مجازی حال بدمو بیارم، وقتی حالم بده اصلا ویدئو نمیگیرم. هر کی میاد تو مجازی یه نقابی به خودش میزنه، حتی اونی هم که محتوا در مورد این تولید میکنه که من یه آدم افسرده ام، وقتی داره لبخند میزنه میاد جلوی دوربین میشینه لبخندشو جمع میکنه. از اون طرف من اگه دغدغه و فکرم هم درگیر باشه، وقتی میام جلوی دوربین بشینم نیشم ناخودآگاه با سیگارمونم کشیدیم و برو عکس. اینو میخوام بهتون بگم، مصرف کنترل شده از نظر من وجود نداره. چرا؟ چون شما حول اون دراگی، وقتی حولشی کافیه یه دود بگیری، چه بعد یه ماه، چه بعد یه سال، چه بعد 10 سال، چه بعد 100 سال، کافیه یه دود بگیری و اون دوده باعث بشه که کل خاطرات شما رو مغز شما برای شما بالا بیاره، اون یک لذت عجیبی همون یه دوده به شما بده. من الان میدونم، من الان گل بکشم البته شاید هم بیشتر عذاب وجدان باشه الان گل بکشم تا لذت برای من، چون میگم نگاه کن 2 سال نزدی بعد الان داری گل میزنی. اما به هر حال من اون لذتی که به من میده انقدی زیاده همون یکام که باعث میشه دوباره من کشیده بشم سمتش و دوباره میدونی مثل همون روزای اول. آقا همون جور که تو روز اول به خودت گفتی میخوام کنترل شده بزنم و به خودت اومدی دیدی داری هر روز میزنی، همونقدر الانم میتونی بگی میخوام کنترل شده بزنم. اعتیاد بلای خانمانسوز. اعتیاد یعنی یه چیزی تو در درون خودت همیشه همراه خودت داشته باشی، اونم مغزته. اون گله که نیست، اون کوکه که نیست، اعتیاد اون درون ماست، اون وجود لذت طلب ماست و ما نمیتونیم باهاش کنار بیاییم، نمیتونیم ساکتش کنیم. بهترین راه برای نزدن این نیست که بگی میخوام کنترل شده بزنم، چون این چیزی جز درگیری فکری برای تو نداره. اینه که بگی دیگه نمیخوام بزنم، دیگه من نمیزنم. و ببین وقتی این جمله رو به خودت میگی چقدر کله تو آرومتر میشه. کله تو میگه نه دیگه، باید یه بازیای پیچیده‌تری با این دریارم. ولی دیگه به جاش هر روز نمیاد تو مغزه. طرف دارم بابا من تو دایرکتم، طرف از این آدمایی که تو بیوش دیدیم مدال زده، مثلا مدال طلا دارن تو بیوشون روش نوشته 1، مدال نقره دارن روش نوشته 2، نمیدونم
یک بار مدال طلای آسیا تو بدنسازی فلان اینا. این آدم میگه آقا من گذاشتم کنار موادمو، گفت من کوکائین مصرف میکردم، کوکائینو گذاشتم کنار، چسبیدم به بدنسازی، 3 سال بدنسازیمو پیگیر ادامه دادم، تونستم مقام بیارم، هرچی از دست داده بودم و دوباره ساختم، هرچی خراب کرده بودم و دوباره ترمیم کردم، مغزم دوباره کار کردن و یاد گرفت، مغزم دوباره حافظم درست شد، مغزم دوباره خودش رو ترمیم کرد، تا اینکه بعد 3 سال با یه دختری رفیق شدم. با این دختره که دوست شدم، سر رابطه جنسی با این دختره، سر رابطه و سر اشغال، خلاصه با این دختره مشروب شروع کردیم، مشروب خوردن. هفته یه بار، 2 هفته یه بار این دختره می اومد پیش من، با هم دیگه مشروب می‌خوردیم، می‌رقصیدیم، اشغال می‌کردیم، دانس، همه چی عالی، به قول یکی از رفیقامون الکس الکس، ردیف ردیف. یه 3-4 ماه توی همین پروسه گذشت تا اینکه این دختره یه ببین بیماری ما چقدر فعاله، ببین مغز ما چجوری ما رو کم کم کم، مثلا تو که 3 سال کوکائینو گذاشتی کنار، مغزت که نمیاد بهت بگه که بیا بریم حالا امشب یه کوک بزنی، میدونه تو این 3 سال اونقدی قوی شدی، اونقدی تأثیرات مثبت ازش دیدی، از این نزدنه، از این ترک کردنه، که بیاد بهت بگه حالا بیا بریم یه کوکی بزنیم، تو بهش میگه برو بابا سیکتیر، اصلا بهت این حرفو نمیزنه، اصلا اینجوری با تو وارد بازی نمیشه، یا اینکه بیا کنترل شده بزنیم، اینجوری وارد بازی نمیشه، اینجوری که دارم بهت میگم وارد بازی میشه، خیلی هوشمند، بدون اینکه خودت بفهمی که این پروسه‌ای که داری میری پروسه‌ایه که داره مغز تو پیاده میکنه تا دوباره تو رو ببره سمت دوپامین، تا دوباره تو بهش دوپامین برسی. این داستان بی نهایت جالبه که مغز ما چقدر از ما زرنگتره و چقدر از ما باهوشتر فکر میکنه. نگاه داره جاکش، حالا دارم آروم میرم با بچه‌ها صحبت میکنم، به خدا ساینا سوارا همه خشمگینن، اونم ساینا تیبا ساینا بود فکر کنم، هرچی 206 سوارا مهربون، ساینا سوارا خشمگین. این برداشت به ما گفتش که آره، تا اینکه این دختره به من گفتش که قراره امشب که دارم میام پیشت یکی از دوستام میخوام با خودم بیارم. من بهش گفتم اوکی بیا، دوستتو تا حالا دیدم؟ نه ندیدیش و فلان و از اینجور چیزا. میگفت دوستشو برداشت آورد یه شب، ما مست کردیم. بعد میدونی کسایی که مثلا کوک میزنن خیلی رو الکل هوسش میاد، یعنی باید رو اصلا به یه جایی میرسه که مست میکنه که کوک بعدش رو بزنه. میگفت ما مست کردیم و این دختره کوکش رو در آورد که بزنه و من خیلی سوبر و خیلی روگ بهش گفتم که میخواستم بهش بگم ببین بیماری ما چقدر فعاله. میگفت میخواستم بهش بگم از خونه من برو بیرون بزن، یا مثلا مستمونو که کردیم خواستی بری رفتی خونت بزن، ولی گفتم مغز ما معتادا، ولی بهش گفتم، ولی پیش خودم گفتم نزش مهمون دوست دخترمه، مهمون منم هست، از خونه نندازمش بیرون، مستم هست، بدفازیه، اینا همه بازیای مغزه، اینا همه بازیای مغزه. خیلی مغز ما هوشمنده. میگم مغز این آدم بعد 3 سال نمیاد بهش بگه که مثلا آره برو بزن، چون میدونه طرف میگه برو گم شو. میاد مغز این آدم بهش چی میگه؟ بهش میگه این دختره داره کوک میزنه خونت، مهمون تو زشته، بدون اینکه یارو بفهمه که این بازی مغزه، این قراره ببرش سمت مصرف دوباره. داستانو گوش کن، داستان خیلی تلخه. میگفت این رفت تو اتاق زد اومد، من حال اینو دیدم اصلا یه جوری شدم، شل شدم. میگفت من انرژی اینو دیدم، اکتیو بودن اینو دیدم، کارا و حرکات فریکیشو دیدم، اصلا یه جوری شدم و کلی در برای من باز شد، کلی خاطره برای من زنده شد. و میگفت من اصلا دیگه حواسم نبود به دور و برم، فقط تو کله خودم بودم که هی داشتم با خودم مبارزه میکردم که نه. و میگفت چون مست بودم، میگن چون مست بودم، چون مست بودم کل جهان بخشیدم، چون به خود باز آمدم به همه جام خندیدم. وقتی مستی تصمیمات عاقلانه نمیتونی بگیری دیگه. برداشتم بهش گفتم که هنوزم داری از جنست؟ اگه نداری چی؟ اگه نداری نمیخوام، ولی اگه داری. دوست دخترم بهم گفتش که نکن این کارو. من بهش گفتم بابا یه باره، از 3 ساله نزدم. و میگفتش آقا اون یه بار رو ما زدیم و تمام، به خاطر
مصرف دوباره مجبور شدم، یعنی پیام دادم به دوست دخترم که دوباره با اون بزنم و این داستان انقدی کش پیدا کرد که من با دوست دخترم سر مصرف کات کردم، چون به خودم اومدم دیدم ای والا دوست دخترم خودش کوکبازه، میتونم متاعمونو با هم دیگه بزنیم، دوست دختر من که کوکباز نیست، متاعمونو با اون میزنیم. رفتم رو مخ دوست دخترم، مخ اونو زدم، با هم دیگه رفیق شدیم، با دوست دخترم کات کردم و دیگه با هم دیگه فقط میزدیم. و من میگفتش الان که دارم بهت پیام میدم 2 سال از لغزش من میگذره و عکسای الانمو نگاه کن. و وای خدا به من صبر بده، من واقعا بعضی موقع روانی میشم از دایرکت های شما بچه ها، روانی میشم. طرف عکساشو برای من فرستاده بود، آب شده بود از اون عکسای بدنسازی خوشگلی که تو پیجش داشت. شما اگه نگاهش میکردی میگفتی این توی ریدم تو هرچی مواده، این توی رفیق مادر هرچی آدر، رفیق ناباب، این توی مادر هرچی کله معتاد، این توی رفیق. وای ایف که نمیشه بهتون نشون بدم اون آدمو، اصلا کلن عوض شده بود، یه چیز دیگه شده بود. و حالا داشت به من چی میگفت؟ داشت به من، یعنی علت پیام دادنش به من اصلا این نبود، علت پیام دادنش این بود که دکتر الان که 2 سال تو لغزشم، الان که 2 سال یا 3 سال یادم نیست تو لغزشم، فکر کنم 2 سال، الان که 2 سال تو لغزشم، این اواخر، این 10-20 روز آخر، میگم زیاد یادم نیست، انقدر دایرکت های با عشق شما زیاده، دایرکت های پر درد شما واقعا، که خیلی همین الانم هم بگم ممنونم ازتون که از من دیوس پیچیدی با موتور جلوی ما، یه دفعه ترمز میزنی و دستتو میاری بالا، معذرت میخوای، و الان میزدم تو کونه موتورت که هم خودت به فنا میرفتیم، من بعد دیگه هم ازت میگرفتم انو، چون تو پیچیدی جلوی ما، البته ما از پشت زدیم دیگه. چی دارم میگم؟ و داشت میگفتش این 10-20 روز آخر به خاطر اینکه خرج مصرف کوکم رفته بالا، مجبور شدم برم سمت شیشه، خیلی شیشه بهم نمیسازه، خیلی توهمیم کرده، خیلی بدبینم کرده، اخلاقای بدمو خیلی زیاد کرده، خانوادم نمیتونن تحملم کنن و چیکار کنم. و خیلی جالبه وقتی هم مستی چقدر راحتتر مغزت میتونه تو رو به بازی بگیره. بچه‌ها میخوام اینو بهتون بگم، مصرف کنترل شده چیزی جز بازی مغز نیست، کنترل شده نمیشه یه دراگو زد، بعید میدونم. امیدوارم خستتون نکرده باشم و امیدوارم که لذت برده باشین از این دکتر راید امروزمون و تونسته باشم یه چیزی بهتون منتقل کنم. دوستتون دارم، تا دیداری دیگر، بدرود.